روزی نیست که بحران و کشمکش درون باندهای رژیم آخوندی ابعاد جدیدی پیدا نکنه و جنگ گرگ‌ها تشدید نشه. همراه هستیم با آقای میثم ناهی تا از آخرین درگیری‌ها و تبعاتش در میون سرکردگان رژیم مطلع بشیم. میثم سلام دارم و خوش اومد. خیلی ممنون، تشکر از شما و سلام به هموطنان عزیز. بفرمایید. ما شاهد تشدید حملات علنی و سنگینی به پزشکان هستیم. معنای این تشدید درگیری ها چیه؟ من ترجیح میدم به جای اینکه بگیم تشدید حملات پزشکیان، بگم شاهد موج تازه از شکاف ها در نزدیکترین حلقه به شخص خامنه ای هستیم. برای چی این رو میگم؟ چون موضوع فراتر از شخص پزشکیان یا این باند اون بانده، این رو هم اصلا بحث تحلیل نیست، بحث آنالیز نیست، بر اساس موارد مشخص میگم. من فقط مورد همین دو سه روز گذشته رو چند نمونه آوردم. ببینید، امروز این ثابتی که عضو مجلس ارتجاعه، از کسایی که خالص در جریان خالص سازی میگفتن به توصیه خامنه‌ای خالص اومد این دور عضو مجلس ارتجاع شد. این میاد به عطف به حرف پزشکیان که میگفت وفاق ملی، که خامنه ای همین رو گفت، میگه وفاق برای بازگشت نفاق. نفاق یعنی چی؟ 40 سال اینا نفاق و منافق دارن به دشمن اصلی نظام میگن. میگه این حرفی که تو میزنی داره راه باز میکنی برای چی؟ برای دشمن اصلی. آخون منتجب نیا که عضو پیشین مجلس ارتجاع هست، به پزشکیان میگه آخه با آدمایی که رأی دادن برای این نبوده که شما این وزرا رو بیاری، و هر روز دارن به ما زنگ میزنن چرا شما ما رو فریب دادین که بیایم رأی بدیم. حالا آدما که اگه رأی دادن، مردم که رأی ندادن، همین آدم و نیروهای خود رژیم. یعنی داره میگه مسئله و بحران به کجا کشیده شده. از اون آخوند پناهیان که ببینید عربده کش شخص خامنه ایه. کیهان که چی هست؟ کیهان ارگان خود خامنه، یعنی دو تا پدیده شخصی خامنه. خامنه هر وقت یه حرفی بزنه از زبون پناهیان میزنه، هر وقت بخواد موضعی بگیره در کیهان چاپ میکنه مال خودش اردو. این دو تا به جون هم افتادن. پناهیان میاد به کیهان میگه تو دروغگویی، و بعدم میگه بعد در این روزنامه رو بست. کیهان هم جوابشو میده، میگه ببین تو داری شلیک به خودی میکنی. بعدم به رخش میکشه، میگه که 4 سال پیش دیگه اون دزدیو داشتی، ما اومدیم ازت دفاع کردیم تو شهریور 99، نمیدونستیم 4 سال بعد خودت میای در مقابلمون قرار میگیری. ببین این پناهیان کسی بود که اگه خاطرتون باشه دوران کرونا که خامنه‌ای تکی میرفت اون به سلاح حسینیه، یه نفر که میومد براش اون بالا روزه میخوند پناهیان بود. یعنی اینقدر بهش نزدیک بود. کیهانم که مشخص شریعت مداری، این دوتا به جونم افتادن. از اون طرف نقوی حسینی که خودش از همین آدمای نزدیک خامنه‌ایه، باند جلیلی پایداری چیا رو زیر ضرب میگیره. باند پایداری که اون هم نزدیکان خود خامنه‌ای و کسایی هستن که الان تقریبا اکثریت این مجلس ارتجاع رو تشکیل میدن و بعد از خالص‌سازی خامنه‌ای این اومدن، یعنی خامنه‌ای اینا رو آورد. نقوی حسینی به اینا حمله می‌کنه، میگه شما جریان انحرافی هستید. بعدم میگه بعد بهتون کارت قرمز داد. اون یکی مشرق که مال اطلاعات سپاه خود خامنه‌ای، میاد میگه به همین باند جلیلی پایداری چیا میگه شما دارین دو قطبی سازی میکنید، اون هم به صورت آنتاگونیسم سیاسی. یعنی میبینی آنتاگونیسم یعنی بالاترین حد تخاصم. میگه وضعیت نظام رو به این نقطه رسوندین. نبویان چی میگه؟ نبویان به پزشکیان میگه ببین تو دروغگویی. حالا این یه ماه اومده سر کار، میگه دروغگویی، وزارت هم قاتلن. بعدم میان عطف به همین تلویزیون رژیم برنامه پخش میکنه، عطف به همین پوپولیزم پزشکیان که میگه بله دانشجو رو باید برگردن و اینا، میاد میگه اون دانشجوهایی که تو میگی باید برگردن، کسایی هستن که مثل همون خانم شبنم مددزاده وقتی برگشتن بعد از مجاهدین سر در میارن. یعنی هر کار میکنن جلوی همدیگه جا دشمنشون رو به رخ میکشن یا همدیگر متهم میکنن به دروغ و نفاق و مقابله با نظام. خب این وضعیت بحرانیه. حالا من اشاره کردم، مگه دولت پزشکیان چند وقت اومده؟ ببین مرداد ما اومد اون تحلیف و تنفیذ دیگر، ما شهریوریم، یک ماه و چند روزه. این تخاصم به این نقطه رسیده. خب علتش چیه؟
خب یک علت پایه‌ای داره، ولی به نظر من یکی از تأثیرات جدی هلاکت رئیسیه. حالا اینطور که شما میگین اینا حرف خامنه‌ای رو رد کردن یا حداقل در بس قبول نکردن، اینا مگه خودشون جزء نزدیکترین افراد به خود خامنه‌ای نیستن؟ پس چی شده که الان سر صداشون بلند شده؟ ببینید، من یک نکته پایه‌ای بهش اشاره میکنم و یک نکته تاکتیکی. پایه‌ای این که ببینید آخه این نظام آخوندی، این آدمایی که دور هم جمع شدن دور استوانه به قول خودشون ولایت فقیه، عمود خیمه، عمود خیمه، اینا که آرمانگراه و برای یک سری منافع جمع نشدن، که منافع مردمی، این یک سری از روز اول باندها و دستجات مافیایی بودن با ویژگی خودشون، ارتجاعی، قرون وسطایی، اندیشه‌ای که خوش بحث مفصله، ولی به هر حال دستجات باندی بودن به خاطر حفظ منافع خودشون و اینکه در قدرت بمونن، دور همین به قول شما خیمه عمود ولایت فقیه جمع شدن. اینها دنبال منافع خودشون هستن، به همین خاطر جا به جا دچار تضاد و تخاصم میشن. این بحث پایش، اما از این بگذریم، اینکه چرا این موضوع الان اینطور اوج گرفته. خب در تمام این 40 سال این مشاهده این کشاکش بودیم، اما الان اوج عجیبی گرفته. گفتم به شخص، به نزدیکترین لایه شخص خود ولی فقیه رسیده این تخاصم و تضاد. دیگه پناهیان کیهان به جونم افتادن، دیگه بعد از این کیه که میخواد به جونم بیفته؟ خب علت عملی کرده هلاکت، یعنی پیامد هلاکت رئیسی. ببینید رژیم یک کلان ضربه خورد بعد از هلاکت رئیسی، که همون موقع رهبر مقاومت آقای رجوی از این به عنوان زهر هلاکت رئیسی نام برد. خب این زهر داره در تار و پود پیکر فرتود و پوسیده این رژیم میدوه و عمل میکنه. زهر وقتی عمل میکنه خب بازتابهای خودش داره. یکی از بازتابهاش چیه؟ همین ایجاد شکافهای پی در پی. ببینید من فقط میخوام تأثیر بودن و نبودن رئیسی رو، چون رئیسی کسی بود که طوق قتل عامو به گردن داشت و نزدیکترین کسی بود که میتونست در دست خامنه‌ای خط خالص سازی و خط انقباض رو پیش ببره. وقتی در نمایش انتخابات قبلی 1400 رئیسی اومد، این قالیبافینا به نفعش کنار رفتن. این دور چی شد؟ مگه قالیباف و جلیلی به نفع هم کنار رفتن؟ حتی میگفتن آقا توصیه کرده، هیچوشون نرفتن. این تخاصم همون باندهای مافیایی گفتم بهتون. خب این وضعیت کنار نرفتن، توافق مجلس هم قبل از دقیقاً در نظر بگیریم، این پیامدهای خودشو داره. در اون نقطه که مثلا قالیباف که کنار چیز نشود، جلیلی که نتونست بیاد، اینا که وای نمیستن، که اینا جا به جنان سرک میکشن، شاخ میشن در مقابل نه پزشکن، خود خامنه ای. و میبینیم الان دارن اینجوری میشن. خب الان نتیجه که ما میخوایم بگیریم چیه؟ این وضعیت پوسیدگی رژیمه. یک سری مسائل هم داروش تأثیر میذاره رو این وضعیت بحرانی و شکاف ها. چه مثلا خامنه ای میاد ضربات میخوره، مثلا همین کشته شدن هنیه در تهران، اون هلاکت سرکردگان سپاهش توی لبنان و جای مختلف. خب میاد میگه ما باید جواب بدیم. نمیتونه، نه جربزشو داره، نه تا همین الان نشون داده نتونسته جواب بده. این تضاد کجا میریزه؟ میریزه درون رژیم. باستابشه، یکی از باستاباش همین برجسته شدن بیشتر شکاف هاست، چون تضاد ها میریزه تو خودشون جدی از ریزش. اما نتیجه که این جبهه مقابل رژیم بعد از این وضعیت بگیره، این جبهه ضد خلق دیگه. این ما الان آنالیز کردیم وضعیت درون جبهه ضد خلق و بچه رژیمش رو، اما جبهه خلق چی؟ مردم و مقاومت ایران چه نتیجه از این وضعیت بعد بگیرن؟ ببینید اولا این وضعیت این رژیم دچار شده حاصل 40 سال نبرد و مقاومت این دوتا جبهه هست، خود به خود نشده. اگه این مقاومتی در برابر این رژیم نبود، چون اصلا تمام داستان خالص‌سازی و رئیسی و حکومت یک دست و اینا که به این وضعیت رسیده، خامنه‌ای میخواست با این داستان صد ببره در مقابل این جبهه، خودش میگفت در مقابل اختشاش و قیام، درسته؟ بنابراین الان بهترین فرصته برای وارد کردن هر چه ضربات بیشتر و کاری‌تر
به پیکر این رژیم، چون از درون داره هم دوچار شکاف میشه. پدیده از درون دوچار شکافه، هر ضربه بهش بزنی بیشتر اجزاش اصلا وا میرن و به سمت فروپاشی نابودی نزدیکتر میشه. به همین خاطر الان هر ضربه که کانونهای شورشی به این رژیم میزنن، هر عملیاتی که میکنن، هر اقدامی که اشرف نشانان در اقصانقاط جهان میکنن، هر اعتراض اجتماعی که مردم ما میکنن، هر شعاری که برای گرفتن حق و حقوقشون میکنن، هر دیوار نویسی، هر اقدام ایزایی علیه مراکز رژیم، ببینید تأثیرش بسا بیشتر از گذشته است بر این رژیم پوسیده، چون رژیم از درون داره دچار شکافای عمیق میشه. به همین خاطر باید این فرصت طلایی رو دریافت، هر اقدام میکنیم بعد بسا بیشتر بکنیم تا در این فاز پایانی رژیم بتونیم به اون هدف و آرمان نهایی که سرنگونی و تلاشی تمامیت این رژیم هست سریعتر برسیم. من خیلی تشکر میکنم، بس فکر کنم خیلی جامع بود، هرچند که بسیار کوتاه و موجز گفتی. خیلی ممنون از فرصتی که ما دادیم. تشکر میکنم.